شما تو قوانین که میرید حتی مثلا در مورد ایران یا کشورهای شرقی تا حدی میشه گفت بسته کم و بیش داره میبینید که زن حق سفر نداره بدون اجازه شوهر زن حق کار کردن نداره. یعنی ضروری ترین نیازهایی که یک زن داره یک انسان باهاش سر و کار داره و دقدقه هستی یک انسانه اینا رو وقتی ازش میگیرن این نوعی اعمال خشونت هست که قوانین اون جامعه داره به زن روا میکنه حالا من نمیخوام فقط رو جامعه شرقی تاکید بکنم در جامعه غربی در اون مسئله فرهنگی که از زن یک نماد عروسکی میسازه و شما در فرهنگ مستطر میبینید که زن فقط هدفش و وسیلش اینه که خودش رو بزک بکنه و خودش رو به انواع مختلف زیبا بکنه که بشه محل اقناع رضایت تمایلات جنسی مرد خب اینم باز نوعی من ها من غالبا تو صحبت ها میگم میگم اینجا همه چیز به شکل نامریتر و نامحسوس تره بله و زیرکانه تر شاید بله بله بنابراین خشونت فقط از جانب مرد و زن نیست این خشونت در, در جهت فرهنگ میتونه باشه از جهت قانون یک جامعه میتونه باشه از جهت حتی ما میبینیم در بعضی از موارد خشونت از طرف فرزندان به مادر هست بله یا برادر به خواهر هست بنابراین اینا همه مواردی است که میشه کار کرد و صحبت کرد و تحقیق کرد حتی بله. خب حالا اگه بخوایم به دنبال راه حل بگردیم برای این مشکلاتی که مطرح شد فکر میکنین اولین قدمی که میشه برداشت برای رفع این خشونت ها از طرف افراد از طرف مثلا کسانی که بینندگان این برنامه هستن و علاقمند هستن که بتونن قدمی بردارن و کمکی بکنن برای رفع خشونت علیه زنان فکر میکنین چه کار باید کرد ببینید به من اول اجازه بدید که یه اشاره کوچیک بکنم به اینکه معمولا این قدم هایی که تا به حال برداشته شده سعی در این بوده که حمایت قانونی و اجتماعی رو در مورد زنان افزایش بدن ده. که به اعتقاد من خیلی هم قابل تحسینه یعنی شرایط اجتماعی رو مساعد کنن که زن بتونه رشد بکنه حرکت بکنه و تغییر بده مقام و موقعیتش رو از نظر اجتماعی در این عالم این خیلی خوبه ولی من معتقدم این کار اساسی نیست حتی شنیدم با یکی از دوستانم صحبت میکردم از ایران میگفتش که خانم هایی که خیلی اکتیویست هستن فعال هستن و سعی میکنن در احقاق حقوق زنان یا در مواردی مثل این مقابله با خشونت هایی که علیه زنان میشه از نظر اجتماعی حرکت داشته باشن و جنبش داشته باشن باز تو خونش رو که برمیگردن به دلیل اون ذهنیتی که باش بزرگ شدن خودشون رو موظف میدونن شاید به طوری که درشون نهادینه شده تثبیت شده در وجود خودشون رو موظف میدونن که خدمتگذار مرد باشه هر چقدر این تحول از درس عرصه های اجتماعی تغییر میکنه باز در عرصه درونی و خصوصی زندگی چون بیشتر با ذهنیت ارتباط داره کمرنگ میشه بنابراین این،, این یکی از اون تغییرات اساسی است و من معتقدم به جای اینکه نه به جای ب... علاوه بر اون فعالیت هایی که داره میشه از نظر اجتماعی و قانونی که حقوق زن رو بدن و ممانعت بشه از این خشونتی که اعمال میشه بر علیه اونها یه مقداری هم باید هم خود زنان رو قدم بردارن هم اینکه ما این رو در فرهنگ سرایت بدیم به من اجازه بدید یه مختصری بگم که ما دو نوع استعداد داریم همه شاید فکر کنید استعدادها همه فطریه ارسیه در وجود ما نهفته است ما تغییرش نمیتونیم بدیم نه استعدادها همونطور که آین بهایی بهش اعتقاد دارن دو نوع. یه سری استعدادها استعدادهایی است استعداد که ما از محیط کسب می‌کنیم. من یه مثال کوچیک میزنم مثلا انسان در وجودش توانایی و استعداد جذب سم و مواد مخدر رو نداره اگر یک دفعه یه مقدار مثلا دو گرم سه گرم تریاک بهش بدن بخوره یا استفاده کنه تعادل بدن به هم میخوره و چه بسا به مرگ میرسه ولی همین انسان ذره ذره خودش رو عادت میده تا جایی که ممکنه مقدار و میزان بسیار بیشتری رو از مواد مخدر قوی تر از تریاک هم استفاده میکنه و حتی به شکل نیازش در میاد یعنی باید اون مقدار رو استفاده بکنه تا در بدنش تعادل پیدا بکنه بله. این مسئله در مورد امور روانی هم هست یعنی در مسائل روانی و انسانی هم مثلا شما اعتراض کردن، پرخاش کردن بله. یه مسئله فطری نیست در انسان، یه مسئله ارسی نیست ما این رو به مرور یاد میگیریم تا جایی که اگر پرخاش نکنیم دیگه انگار تمام سیستم روانیمون به هم ریخته علت همه اینها اعتراضاتی که ما در عالم میبینیم همینه یه مقدار باید این اخلاق این خلق و خوی اکتسابی رو ما در افراد به وجود بیاریم آه. یعنی نه تنها باید این حقوق رو سعی بکنیم به خانم ها بدیم و آشناشون بکنیم ذهنیتشون رو تغییر بدیم در این مورد ده به آقایون هم باید این ذهنیت داده بشه که شما اصلا اون روش پرخاش و اعمال قدرت و خشونت رو باید کنار بذارید چون همین کار رو شما میبینید چون نفس خشونت در یک فرهنگی نهفته است شما میبینید که همین کار رو مادر در مورد بچهش هم میکنه آه. این خشونتی که بهش اعمال میشه حالا از طرف قانون فرهنگ جامعه شوهره. شوهره برادر هرچی هست همین خشونت رو میاد در مورد بچه اعمال میکنه زنان هستند که در نهایت بچه ها رو تربیت میکنه بره بره. زنان هستند که همین مردایی رو تربیت میکنن که بعدها در مورد خودشون و فرزندانشون میتونن اعمال خشونت بکنن ما اگر تو تربیتمون مادر به بچه به پسر بچه شمشیر دادن رو یاد نده کتک زدن رو یاد نده بله. مطمئن باشید اون پسر بچه وقتی بزرگ میشه مردی نخواهد شد کتک که در... حتی من فقط این مورد خیلی کوچیک رو بگم یه تحقیقی رو میدیدم اخیرا در یکی از برنامه های روانشناسی که میگن پسر بچه ها رو توی سنین بین 10 تا 12 13 سالگی بذارید با دخترها بازی کنن همراه باشن برای اینکه اینها موارد عاطفی رو از زنها یاد میگیرن بله. در حالی که ما دقیقا اگه یه پسر بچه هم میره بازی کنه میگه ام اگه تو دختری برو با پسرا بازی کن تو غرب همین مسئله هست تو غرب هم این, قرب هم این بله. هست متاسفانه یعنی باز این مادره که این فضا رو یاد میده و فراهم میکنه و روحیه پرخاشگری رو در پسران حداقل اجازه میده که رشد بکنه بله. در اون چیزی که باید از بین بره ذهنیت و منتالیتیه که خشونت رو میپذیره حالا این رو چطور میتونیم از بین ببریم همونطور که عرض کردم از طریق آموزش و پرورشه از طریق تمام رسانه هاست ما الان میبینیم رسانه ها چقدر دارن فعالیت میکنن در جهت اینکه مثلا قانون یک جامعه رو تغییر بدن برد. یا موضع زن رو مشخص بکنن تقویت بکنن این خیلی خوبه ولی در این حال عوامل تربیتی همین تبلیغات تلویزیونی رو ببینید در مورد کالاها این به شکل غیر مستقیم در ذهنیت زن تاثیر میذاره این ذهنیت به نظرم در زنها باید خیلی قوی تر بشه